خب درود ویژه دارم خدمت همه دوستان و سروران، البته دشمنانم هم که میبینم خوب گوش میکنن و خیلی چیزا یاد میگیرن. امروز بعد از یک ماه، فکر کنم بیشتر از یک ماه، با جناب آذرمهر گفتگو داریم. اینم اولین گفتگوی من در کانادا با جناب آذرمهر. تا الان همه گفتگوها رو در سوئد بودم. به هر حال در بخش اول صحبت ها در مورد حمله ایران به تروریست های غرب کشور، یعنی به ویژه پانکورد ها منظور اینجا که با عملیات پهپادی انجام شد، در مورد این بیشتر می‌خوایم بدونیم. می‌دونیم عملیات با پهپاد و راکت‌ها و توپخانه‌های ایران بوده، چه پیام‌های و دستاوردهایی داشته رو با جناب آذرمهر، درجه‌دار ارتشی داخل خاک کشورمون، می‌خوایم صحبت داشته باشیم و خودشون برامون بیشتر توضیح بدن. آدم این عملیات‌هایی که خیلی هم سر صدا کرد، داستان از چه قرار بود و از بُعد نظامی چه پیام‌ها و دستاوردهایی برای ما داشت؟ بفرمایید. من درود میفرستم خدمت شما و تمامی دوستان. به روال همیشگی من پیش از اینکه موضوع اصلی رو بخوام شروع بکنم، یه گفتگوی پیشپرده‌ای داشته باشم اگر شما پروانه بدید، در رابطه با اینکه یکی از دوستان کامنت نوشته بود که خیلی ما طرف دولت احمدی نژاد میگیم. نه، ما طرف دولت احمدی نژاد نمیگیریم. ما برای پس فردا با جناب دانا یه برنامه خواهیم داشت در مورد تجربه تلخی که شوروی داشت و ابر سرمایه داران یا اولیگارک ها شوروی رو به نابودی کشیدن و فدراسیون روسیه‌ای که از خاکستر شوروی برخاست رو در دوره یلتسین به سمت وادادگی به سمت غرب بردن و این تجربه تلخ رو در دوره احمدی‌نژاد نزدیک بود ما تجربه بکنیم با سهام عدالت، که در اون برنامه خیلی توضیح خواهم داد. بیشتر صحبت های ما اینه که اگر بخوایم میانگین و معدلی بگیریم، دولت احمدی نژاد در راستای سیاست خارجی و منافع ملی خیلی بهتر عمل کرد، و اگر بخوایم جانب انصاف رو رعایت بکنیم و دادگر باشیم در این میان، باید به این موضوع به طور ویژه یه نگاهی داشته باشیم که املای نانوشته به طبع غلط نخواهد داشت، ولی دولت آقای روحانی به نسبت دولت احمدی نژاد به غیر مشقی که در برجام کردن هیچ کاری نکردن. به همین خاطر شاید بعضی ها بگن که بله، آقای احمدی نژاد یه جاهایی خیلی توی بخش سیاست‌های داخلیش ایرادهای بسیاری داشت. بله، سیاست‌های درونیشون ممکنه ایراد داشته باشه، ولی خب بالاخره ایشون یه کاری انجام داده. وقتی شما مشقی نکنید ایرادی هم نخواهید داشت. تمام تلاش دولت روحانی در راستای سیاست خارجی و تمام سیاست خارجی و وزارت امور خارجه ایشون شده بود برجام. اگر بخوایم اینجوری ببینیم، خیلی بهتر بوده دولت احمدی‌نژاد، و ما میانگین و سنگ محکمون فقط منافع ملیه. بر این اساسه، و اینه ما با هیچ دولتی شوخی نداریم، طرف هم نداریم. ما سخنانی که میگیم در راستای منافع ملی. و پیش از اونم باز من یک صحبتی رو بکنم در رابطه با گافای کانال آمد نیوز، که یه خورده درس رسانه‌ای هم بگیم. البته من پیش شما دارم درس پس میدم، حمله بر خودستایی بنده نباشه. ببینید، اینها در زدن پهباد تریتن آمریکایی اومدن برگشتن گفتن چقدر خیانت‌های اینها حال به همزن و کودکانه است. یعنی خود آمریکایی نمیاد یه چنین کاری رو بکنه. من نمیدونم این اصلا بگیم چند هزار دلار، نه چند میلیون دلار، واقعا میارزه آدم خودش انقدر تغییر بکنه؟ یک فیروزیه که کام مردم رو شیرین کرد بعد از 200 سال. واقعا این و اون حرکتی که نیروی دریایی سپاه در شاخه پارس انجام داد چقدر مقتدرانه بود، چقدر اصلا آدم اشک شوق میریزه، بدن آدم مرمور میشه از این اقتداری که داریم. خب بعد از این 200 سال اون عملیات، اون قراردادهای ننگین ترکمنچای و گلستان که جنگی شد و ما تن دادیم به اون عهدنامه ها و پیماننامه های ننگین، ببینید بعد از اون به اینجا رسیدیم ما. آخه چرا؟ من نمیدونم، بعضی آخه واقعا ارزشی داره. اینها اومدن گفتن که در اون مقاله برگشتن گفتن که آقای برایان هوک اومده گفته که ما میخواستیم این پهباد رو بفرستیم که جای این سامانه‌های موشکی ایران رو شناسایی بکنیم. در ادامه این گفتگو نخست نویسنده که دوستان طول لیزم هستن
پهپاد رو اشتباهی می نویسن پهباد، عزیزم پهپاد مخفف پرنده هدایت پذیر از راه دور میشه پهپاد نه پهباد. دو اینکه چون اینا خیلی میرزا لغتی میشن از ما ایرادای لغتی میگیرن، دو اینکه ایشون در ادامه گلوبال هاک رو با برایان هوک اشتباه گرفته بود، میگفت که برایان هاک و گلوبال هوک، این هم چیز جالبی بوده در این رابطه. چیز دیگه ای که من میخوام بهش اضافه کنم اینه که این دوستانی که کانال آمد نیوز رو میچرخونن شاید خودشون خیلی بیشرافت و نمیدونم این واژه خیلی زشته، ولی دولت ایالات متحده رو مثل خودشون خیلی بیناموس فرض کردن. من واقعا شرمندم اینو میگم. تریتن مثل یک ناموسه برای پنتاگون ایالات متحده، وزارت دفاع ایالات متحده. اگر اینها میخواستن که شناسایی بکنن جاهای آتشبارهای پدافند هوای ما رو، چرا چنین چیزی به این گران قیمتی و گران سنگی رو دارن میفرستن؟ خب یک پهباد بی ارزش میفرستادن، نه این چیزی که 200 میلیون دلار ارزش داره و از جنگنده F-35 هم گران قیمت تر هست، و این رو بفرستن که فقط دو نمونه ازش هست و در کل دنیا دو نمونه از این بوده و یک تریتون رو ایران زده. خب آیا راحت‌تر و بهتر نبود که یک پرنده خیلی ارزان قیمت‌تر با سطح فناوری پایین‌تر بفرستن؟ نه دوست عزیز، چه این چیزی نیست. دومین موضوعی که اینو باید دقت می‌کردن ولی چون نظامی نبودن دقت بکنن اینه که آقای آمد نیوز گاگول جان، زیر این سامانه‌های آتشبار چرخ هست، یعنی اینا به صورت جابجا شونده موبایل یا متحرک طراحی شده. اگر تو الان این شناسایی بکنی این جایگاهش اینجوریه، یک ساعت بعد اونجا نخواهد بود، جای دیگه ای هست، موزه پدافندی خودش رو عوض میکنه. آخه یه چیزی بگید بگنجه. اینو خواستم به دوستان بگم که نیاز نیست خیلی متخصص باشین، یه سری چیزهایی رو که اینا دروغ پردازی میکنن خیلی راحت شما میتونید متوجه بشین. اما حالا برگردیم به سمت برنامه خودمون، اگه در این تو پیش گفتار چیزی دوستان نمیخوان اضافه کنن من در خدمتم. نه همه چی عالی بود، دستتو درد نکنه. فقط یه نکته بگم در این پیشگفتار گفتین ملا لغتی، خیلی جالبه این ملا لغتی ها خیلی هم خودشون سوتی میدن. دیشب دیدم یکی از این رضا بازا مطلبی علیه من نوشته بود، بعد اتهامات رو با هی جیمی نوشته بود، حداقل من میدونم اتهامات با هی دو چشمه. نه این مسئله هیچی، بفرمایید برید توی برنامه. سپاسگزارتونم. سپاس از شما. حالا شما ما که کاری نیستیم، ولی شما برنامه اجرا میکنید، هر دو سه روز یه بار چند برنامه میذاری، ایرادای شما به چشم این آقایون میاد، ولی خودشون بدین که اجرا بکنن، می نویسن هم یه چنین بساطایی دارن. اما برگردیم به بخش برنامه اصلیمون. ببینید شاید مثلا برای دوستان بخش پهبادی این عملیات زیاد جالب نباشه. ببینید چون پهپادها قبلا هم عملیات برونمرزی انجام داده بودن، چه در اقلیم کردی عراق و چه در عملیات غرورآفرینی که در سوریه اجرا شده بود در پارسال. چرا این قضیه اینقدر مهمه؟ اون عملیات ها رو پهبات های کلاس شاهد که و شاهد 178 اگه اشتباه نکنم و نمونه شناساییش که بر اساس هر دوتا بر اساس آرکیو 170 مهندسی معکوس شده بود، اینها انجام داده بودن که مال هوافضای سپاه پاسدارانه. اما این گونه مهاجر هست که یک نمونه دریش همینی بود که داشت از ناوگان آمریکایی فیلم میگرفت که خیلی‌ها میگفتن این بالگرد چون اسکیت داره. ببینید قبل از اینکه ما بخوایم در حوزه پهپادی خیلی پیشرفت بکنیم، ما از طریق بوستر که یک جور موتور کمکی هست که راکتی هم هست، ما از روی فلاخن اینا رو پرتاب میکردیم و بله به خاطر همین اینا اسکیت داشتن که در بازگشت بتونن با چتر بیان و بازیافت بشن. اما ما الان انقدر پیشرفت کردیم که حتی پهپادهای مهاجرمون از روی باند بلند میشن و زیرشون چرخ داره. به خاطر این قضیه مهمه که این پهپادهای مهاجر 6 پیشرفت‌ترین گونه مهاجر هستن و تحویل نیروی زمینی سپاه شدن و این عملیات نیروی زمینی سپاه انجام داد. الان که بخش شمال شرقی کشور مرزاش دست نیروی زمینی ارتش هست، من دیدم که گونه پهپادهای مهاجر 6 رو به اونا هم تحویل دادن. اما برگردیم بریم ببینیم که چرا این عملیات اهمیت داشته. این عملیات به صورت پهپادی، راکتی و توپخانه‌ای اجرا شده. موضوعی که بسیار مهمه، ما اول از بخش راکتی می‌خوایم شروع کنیم. اون خودروی که روش راکت‌های گراد هست رو نشون بدین، فرتور شماره 1.
اینها رو راکت های گرات هست که ما از روس ها گرفته بودیم وارد کردیم و در زمان جنگ از اقمارشون وارد کردیم. در اواخر جنگ ما گونه ایرانی اینو درست کردیم به اسم آرش، که اگه اون تیرهای راکتی که روی زمین گذاشته شده رو نشون بدین، همونجوری که در دانش موشکی مطرح هست، موشک تا زمانی که قابل هدایت نباشه بهش میگن راکت. امروزه این راکت ها رو ما اومدیم هوشمند کردیم که بتونه دقیق باشه. چرا اینه؟ چون از طرف فرمانده کل آقای خامنه‌ای دستور صادر شده بود که ما حالا از لحاظ حجم آتش قدرت داریم، اما این قدرت باید دقیق بشه. ما به اون سمت رفتیم که بتونیم راکت ها و موشک هامون رو دقیق بکنیم و انقدر موشک ها رو دقیق کردیم که حالا وارد حوزه راکتی هم شدیم. حتی راکت هامون هم در واقع امروز میشه گفت راکت نیستن، موشک هم قابل هدایته. و اگر یک فرتور بعدی رو نشون بدید، یک باله هایی رو در نوک نزدیکی کلاهک اینها دارن که این بعد از شلیک باز میشه و قابلیت هدایت داریم. ما میتونیم بهش پیام هایی رو ارسال کنیم از طریق دیتای ام که تصحیح مسیر بشن اینا. این راکت ها اسمش آرشه و خیلی جالبه که پیش از جشن تیرگان یه دو روز مونده بود این عملیات اجرا شد و این رو ما به فال نیک باید بگیریم که این در واقع کمان آرشی بود بر دل دشمنان ایران زمین. خب در کنار این ما اومدیم پهباد مهاجر شیشی رو که نیروی زمینی سپاه داشت، اگه پهپادان هم نشون بدین، این پهپادها تا پیش از این همش وظیفه شناسایی داشتن. اینا مداومت پروازی بسیار بالایی رو دارن و شعاع عملیاتیشون هم 2000 کیلومتره و خیلی قابلیت خوبیه. ما اومدیم چیکار کردیم؟ تن اینها بمب‌های هدایت دقیق قائم رو سوار کردیم که بمب‌های مینیاتوری بهشون میگن، انقدر کوچیکه مثل موشک‌های ضد تانک میمونه، چنین اندام و جسه‌ای رو داره. خب ما از طریق اینا هم شروع کردیم چیکار کردیم، مواضع رو زدن دیگه. مهاجر شیش فقط کار شناسایی نمی‌کنه، مسلح شده درست و در بردهای کوتاه میتونه موشک‌های مینیاتوری هوا به زمین رو بر علیه سنگرها، خودروها و محل تجمع نیروها شلیک بکنه و مورد هدف قرار بده. اقدام دیگه‌ای که انجام شد حملات توپخانه ما بود. ما در بخش توپخانه هم کار جالبی کردیم. بعد به واسطه 3-4 کشور در دنیا ما اومدیم گلوله‌های توپ لیزری رو گرفتیم، طراحی کردیم که این گلوله‌های لیزری فکر کنم نامش هم بصیر باشه، اینها از طریق بازتابش لیزری به صورت بالستیکی محل رو طی میکنه و به جایی که پرتو لیزر به هدف میخوره در اونجا فرود میاد. اینها باعث چی میشه؟ باعث این شده که ما اهداف مورد نظرمون رو به صورت بسیار دقیق بتونیم بزنیم و حتی در بخش راکتی و توپخانه هم دقیق بشیم. یعنی چیزی که خواسته فرمانده کل بود داره اینجا اجرا میشه. درست؟ موضوع دیگه که خیلی باید قابل اهمیت باشه، یکی از دغدغه‌های ما از زمان جنگ دفاع پدافند ورجاوند ما در 8 سال این بوده که ما بتونیم دشمن رو تا در خونش تعقیب بکنیم. این یکی از اهداف‌های راهبردی کشور ما و نیروهای مسلح ما. ما اگر بتونیم چنین کاری رو بکنیم، دیگه هر دشمنی به خودش اجازه و پروانه این رو نخواهد داد که بیاد بزنه و در بده. این یک پیام خیلی محکمی هست. ما در اونجایی که شما فکرش رو هم نخواهید کرد و به اندیشه شما هم نخواهد آمد حضور خواهیم داشت و به صورت دقیق و نقطه زن شما رو مورد مجازات قرار خواهیم داد. اگر پرسش دیگری هستش، اون فرتورهایی که به اصطلاح محلهای تجمع نیروها ادوات این تروریست ها هستش پیش از شلیک مهمات و پس از اون رو هم نشون بدین، من در خدمتم. اگه پرسشی هستش من پاسخ بدم. همه چی عالی. این بخش صحبت‌ها رو من فقط عکسی که فرستادید در مورد تجمع این تروریست ها، من عکسی رو توی اهداف مورد اصابت رو بله الان عکسای اونا رو نشون میدم، عکسشون رو پیدا نمی‌کردم. بله اجازه، بله اینجاست، قبل از اصابت و بعد از اصابت. بله این عکس هم یه نمای شماتیکی هم هستش از اینکه چجوری عکس یه نگاره هست از توپ خودکشیشی 155 میلیمتری که با سفش راداری داره میکنه و نشون میده که گلوله به صورت بالستیکی کجا میاد و روی هدف میاد. اونم نشون بدین. و یک گلوله توپ هم هستش از نزدیک که چقدر هدایت دقیقه و بالک های پشتش و اینا رو نشون بدین دیگه، چون اونو من اشتباها نفرستدم آخر کار فرستدم پیش از فرتور ملکه خبیث انگلیس.
اونم اگه بذارید دوستان ببینن. بله این دوتا عکسه که یکی این عکسه یکی هم این. بله بله همه رو گذاشتم، همه رو گذاشتم. خیلی ممنون از صحبت ها در بخش اول و سپاسگزارم، و اگه صحبتی نیست بخش اول رو میبندم. امید جان شما خودت پرسشی نداری؟ نه نه همه چی عالی بود. سوال خاصی تو این زمینه ندارم. خیلی خب پس بخش اول رو میبندیم، سپاسگزارتونم، میریم بخش دوم.